سلام میکنم به همه شما عزیزانی که به تماشای این برنامه نشسته اید. میلاد رسایی من نشستم. هفته دیگر قسمت دیگر از مجموع برنامه های نهاد اکسمازلم اسکاندیناوی که من به همراه سایر همکارانم این برنامه رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم. اینجا در استودیو طبق روال همیشگی نسترن دوست و همکار من اینجا حضور دارن که این برنامه رو دو نفره پیشکش حضور شما عزیزان در نیم ساعت پیش رو خواهیم کرد. سلام به تو، سلام به همه بینندگان. امیدوارم که این برنامه هم برنامه خوبی بشه و موضوعاتی رو بحث میکنیم در وقت بشه به همش برسیم. چند خبر آماده کردیم، به اخبار هفته نگاهی خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که به نوعی با جزئیات بیشتر، تحلیلی تر و با عمق بیشتر مطالب رو بررسی بکنیم. خبر اول مرتبط هست با در حقیقت فیلمی که در چند هفته گذشته اکران شد در بعضی از سینماهای داخل کشور به نام اکسونامی که مشخصا میپرداخت به زندگی یک پرنستار امریکایی با قرائت جمهوری اسلامی. البته دقیقا. یعنی جمهوری اسلامی اول من قشنگ یادمه که برای اینکه حجاب رو بخواد حالا توجیه بکنه و براش استدلال بیاره، اول شروع کرده اینکه آره در مورد شکلات صحبت کردن، پسته ای که باید درون یک محفظه ای قرار بگیره، یا مثلا حالا هر تبلیغ اینچنینی که آره شکلات روش مگس میشینه فلان. بعد دید اینا جواب نمیده، گفتش که اگه مردان خانواده غیرت داشته باشن اجازه نمیدن زنشون، اگه نمیدونم تبلیغات اینطوری کرد که شما اگه در محل کارتون همسرتون همکار داشته باشه میخواین که زن باشه یا مرد باشه، زنش با حجاب باشه یا بی حجاب باشه، یا همچین تبلیغاتی شروع کرد. باز دید اینا جواب نمیدن، شروع کرد به کمپینای دیگه ای که حالا در مورد مشخصا در مورد این مسئله اگه بخوایم صحبت بکنیم، این فیلم اکسونامی یک در واقع زندگی یک پرنستار آمریکاییه که این دفعه جمهوری اسلامی متوسل شده به ایشون و میاد حالا تبلیغ حجاب میکنه این آدم. یعنی حالا احتمالاً ما ندیدیم فیلمو، ولی از نقدایی که بود توی فضای رسانه‌های اجتماعی اینجوری برمیاد که در واقع این آدم حجابش رو کنار، حجاب سرش میکنه و حالا احتمالاً مثلا مسلمون میشه، نمیدونیم حالا، ولی احتمالاً مسلمون میشه و خلاصه که به دامان اسلام برمیگرده و حجاب سرش. نکته هست اینه که داستان در حقیقت سعی کرده با دردها و رنجهایی که یک پرنستار باش دست به گریبان هست، با در حقیقت برجسته کردن این مصائب به این نتیجه برسه که به هر صورت پوشش اسلامی و قوانینی که تحمیل کرده با زور با پونس و اسید به مردم 40 ساله، اینها در حقیقت به نفع مردم هست و اگر این حجاب ها بیفته، سرنوشت امثال این فردی که حالا در این فیلم به نمایش گذاشته میشه در انتظار زنان و دختران ایرانی هست. چند نکته به نظرم خوبه اینجا روش صحبت بکنیم. یه نکته سر این هست که اساساً ببینید کارکرد حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی که اینها غرب ستیز هستند و اساساً مدنیت جامعه غرب رو قبول ندارن، این هستش که دائم میان نقاط ضعف این کشورها رو بزرگ می‌کنن برای اینکه به خودشون مشروعیت ببخشن. کسی منکر این نیست که در جوامع غربی مشکلات وجود داره، مادامی که سرمایه‌داری در قدرت هست، که در کشوری مثل ایران مشخصا کلان سرمایه‌دارها آخوندهای مولتی میلیاردر اسلامی هستند، مادامی که سرمایه‌داری در قدرت هست در همه جای جهان، مردم جامعه طبقه کارگر دچار مصائب و مشکلاتی هست، زنان جز اقشاری هستند که بهشون ستم مضاعف میشه، افرادی که حالا وارد صنعت پورنوگرافی میشن از یه درصد خاصشون اگر ما بگذاریم، اکثریت این افراد کسانی هستند که به نوعی مجبور هستند که تن بدن و کارگر جنسی به حساب میاد. مسلم هست که این افراد در معرض خشونت‌های ممکنه قرار بگیرن، ممکنه بهشون تجاوز بشه و خب به هر صورت
دارن تن به کاری میدن که اکثرا شاید این کار رو علاقه من بهش نباشن. حالا شما با برجسته کردن این موضوع چه نتیجه میخواید بگیرید؟ از این آب گلالود ماهی خودتون رو میخواید بگیرید؟ مسلم هست که بله در جوامع غربی مشکلاتی وجود داره، ولی آیا زنان در کشورهای اسلام زده وضعیت خوبی دارن؟ شما نگاه بکنید به گفتمانهایی که در رابطه با بحث چند همسری در فضای سیاسی ایران توسط حاکمیت جمهوری اسلامی به راه افتاده. آیا زنی که همسر دوم هست، سوم هست، صیغه میشه به نوعی این فحشای اسلامی که قانونی هست و هر روز هم میخوان بیشتر به مردان متمولی که میتونن چند تا همسر داشته باشن، چند تا زن در واقع داشته باشن در آن واحد، باج بیشتری حکومت جمهوری اسلامی ده. آیا این افراد زندگی بهتری مثلا دارن از اون پرنستار؟ نکته سر این هست که این یک سیابازی و یه در حقیقت حق بازی جمهوری اسلامی هست که از این طریق همونطور که گفتم با برجسته کردن نقاط ضعف جوامع اروپایی سعی میکنه خودش رو در حقیقت بهش مشروعیت ببخشه. نکته سر این هست که وقتی شما نگاه بکنید در این 40 سال گذشته ما میلیون ها ایرانی داریم که به همین کشورهای غربی پناهنده شدن، بسیار بسیار پناهندگانی داریم که الان تو صف هستن و دلشون میخواد که از اون جهنم جمهوری اسلامی فرار بکنن، ولی شما شاید به تعداد در حقیقت انگشتان یک دست هم نتونید به من نشون بدید افرادی که از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی رفتن و در جمهوری اسلامی پناهند درخواست پناهندگی کردن. به همین اعتبار به نظرم این حق بازی جمهوری اسلامی بیشتر به یک طنز تلخ شبیه هست و خب جامعه هم جوابشون رو داد. شما اگه نگاهی بکنید به فضای در حقیقت کامنت ها و نظراتی که در اینستاگرام، فیسبوک، توییتر اومده، خیلی متوجه میشید که دیگه دست این مرتجعین رو شده و این حق بازی هم برای کسی در حقیقت تاثیرگذاره و این حنا برای کسی رنگی نداره. دقیقاً. حالا در ادامه صحبت‌های تو بگیم که جنبش در واقع علیه حجاب اجباری در ایران به قدری گسترده هستش که اصلاً دیگه غیر قابل انکاره و بر کسی پوشیده نیست که تعداد بسیار زیادی از جامعه، اکثریت جامعه زنان ایران و البته مردان ایران فرقی نمی‌کنه، ولی به هر حال اونهایی که حجاب اجباری بهشون تحمیل شده خواهان لغو این قانون هستن، براش مبارزه کردن، هزینه دادن. ما کسانی رو داریم همین الان در زندان که فقط به خاطر حجاب از سر در آوردن خودشون حکم‌های عجیب غریب گرفتن، 18 سال زندان، 20 سال زندان. کسانی هستن که در این راه مبارزات زیادی کردن و این بر کسی پوشیده نیست که اصلا دیگه امکان پذیر نیست جلوی این موج عظیم مردم علیه حجاب اجباری رو بگیریم. درست. و به اضافه اینکه فقط یه نکته اضافه بکنم در ادامه صحبت‌های تو، اینکه ما هر جا که صحبت از اسلام باشه و اسلام سیاسی پاش در میون باشه می‌بینیم که حجابی که از اولین رکنای اون جامعه محسوب میشه و برای همینه که جمهوری اسلامی اینقدر برای حجاب هزینه میکنه، فیلم میسازه، تبلیغات میکنه. این فیلم ساختن و تبلیغات کردن یکی از پروژه های خیلی مهم جمهوری اسلامی، همیشه برای این موارد اینچنینی بسیار زحمت میکشه، تلاش میکنه که البته هیچ کدوم اینا موفقیت دورو داره دیگه. از این طرف سعی میکنن به نوعی گفتمانسازی بکنن و تو بحث رسانه حضور داشته باشن، تو دنیای مجازی فیلم بسازن، موسیقی تهیه بکنن و اینها. از اون طرف هم دستگاه سختشون هم کار میکنه دیگه، گشت ارشاد هست، دادگاهشون هست، پونس و اسید و شلاق و جریمه های نقدی هستش. این دوتا در کنار هم با هم کار میکنه که در حقیقت مردم رو مجبور بکنه، تمکین بکنن به خواستهای جمهوری اسلامی. خود مقامات جمهوری اسلامی اذعان میکنن که شکست خوردن و این تلاش‌های مذبوحانه و واقعاً مسخره‌ای که اینها انجام میدن، از جمله همین فیلم اکسونامی که جدیداً دادن بیرون، به نظر من نشون دهنده این است که اینا چقدر در ورطه سقوط هستن و چقدر ضعیف هستن و خودشون بهتر از همه میدونن که کجای قضیه ایستادن و این کارها، این تلاش‌ها، تلاش‌های مذبوحانه و در حقیقت دست و پا زدن‌های آخر هست. دقیقاً. بریم سراغ خبر بعدی که در مورد در واقع زندانی شدن یکی از قاتلان و عاملان کشتارهای دهه 60 بود، یکی از خبر داغ روز دستاورد. دقیقاً امروز اسم این فرد فاش شد به اسم حمید نوری یا حمید عباسی که یکی از رد اولهای یکی از در واقع 8 نفره اصلی هیئت مرگ در کشتارهای 68 بود و یکی از دستاوردهای بزرگی هستش که ما از همینجا تبریک میگیم به همه مردمی که در دهه 60
کسایی رو از دست دادن و یا در واقع همه مردم ایران در این خوشحالی سهیم هستن و همه یاد همه جانباختگان دهه 60 گرامی باد. امیدواریم که بقیه کسانی که در این هیئت مرگ حضور داشتن و عاملان و جانیان این کشتار بزرگ بودن هم دستگیر بشن و دیگه اصلا من فکر می‌کنم یکی از دستاوردهای مهم این حرکت اینه که تقریبا میشه گفتش که جمهوری اسلامی چون برای اولین باره که یکی از اتفاقاتی که در داخل ایران افتاده کسی رو که به خارج ایران در واقع سفر کرده بوده و خارج از ایران دستگیر میشه، که ما البته نمونه میکونوس رو داشتیم ولی میکونوس در واقع چون اتفاقش خارج از ایران افتاده بود به هر حال این با اون یه جوری متفاوت از یه لحاظی لحاظ حقوقی مقدار متفاوت هست، چون به هر صورت قضیه میکونوس داخل آلمان اتفاق افتاد و دولت آلمان خودش به نوعی شاید بشه گفت یه طرف دعوا بود، ولی این به نوعی همینجوری که اشاره کردی در حقیقت کشتار دهه 60 و مشخصا تابستان 67 اتفاقی بود که در داخل ایران افتاده بود و طرف دعوا هیچ کس نبود و نیست به غیر از اپوزیسیون و مردم ایران، و این یک دستاورد بزرگ است برای اپوزیسیون. چند نکته: یک، اونایی که میگن جامعه ایران اپوزیسیون نداره و یه اپوزیسیون کاری ازش برنمیاد، خوبه اینجاها در حقیقت این دستاوردها رو ببینن و این حرکت‌های درخشان رو ببینن و به جای اینکه لجن پراکنی بکنن در حقیقت در جهت تخریب اپوزیسیون، به صف مردم بپیوندن. حکومت جمهوری اسلامی روزی که سقوط بکنه تمامی اعوان و انصارش باید بیان در دادگاه جواب پس بدن، از اون مفسر لندن نشین، کانادا نشین، سوئد نشین که داره برای جمهوری اسلامی در سطح دنیای مجازی و در سطح رسانه‌های فارسی زبان داره شمشیر میزنه شما بگیرید، تا تک تک اون جانیانی که الان داخل کشور هستن و دست داشتن در کشتار مردم، دست داشتن در سرکوب و شکنجه، تک تک این افراد باید بیان در دادگاه محاکمه بشن. مسلمه که ما مخالف حکم اعدام هستیم، ولی این افراد رو به دادگاه‌های عادلانه و علنی خواهیم سپرد. این یک دستاورد بسیار بسیار عالی برای اپوزیسیون هست. اتفاقی که جمهوری اسلامی سعی می‌کرد، اتفاقی که به هولوکاست اسلامی معروف است، بکنه زیر فرش و فراموش بکنه. لومپنای در حقیقت به اصطلاح طنز پردازشون میمدن میگفتن تو شبکه‌ها که تموم شد دهه 60 بگذریم و فراموش بکنیم، امروز با این خبر مردم و اپوزیسیون ثابت کرد که این خبر زنده است، هنوز روی میزه و تمامی اعوان و انصار جمهوری اسلامی از اصلاح طلبش گرفته، از محمد خاتمیش گرفته، میرحسین موسویش گرفته تا علی خامنه‌ای، مصطفی پور محمدی و همین در حقیقت حمید نوری که معروف است به حمید عباسی دستگیر شده، این همه سون باید بیان در دادگاه به خاطر جنایاتی رو که انجام دادن پاسخگو باشن. یه جمله هم اینجا اضافه بکنم: اللهی که شما با استناد به دستورش انقلابیون رادیکال الیت سیاسی جامعه رو کشتید، صداشون رو خفه کردید، کردشون زیر خاک، هم امروز به دادتون نخواهد رسید. نه دقیقا همینطوره. و یکی از دستاوردهای مهمی که این در واقع دستگیری این فرد داشته اینه که به نظر من حداقل اینه که جمهوری اسلامی تا سالهای سال خواهد ترسیده و حتما مراقب خواهد بود که عناصرش پا به اروپا یا کشورهای دیگه نذارن، چون این خطر دستگیری همه رو تهدید میکنه و اینجوری نیستش که اینا بتونن، چون ما چندین سال پیش با زحمت شمار زیادی از فعالان سیاسی و حقوق انسانی در واقع دادگاه ایران تریبونال تونست که حکم بده و رأی صادر بکنه که اینا تحت تعقیب باشن و به این ترتیب اینا یعنی در واقع الان کاملا جمهوری اسلامی واهمه داره از این مسئله. کاملا درسته. نمونه های دیگه میشه مثال زد، حضور شاهرودی در آلمان که با خوشفکری و هوشمندی مینا احدی اون اکسیون درخشان برگزار شد، افشاگری شد که هاشمی مجبور شد فرار کنه. چند وقت پیش در همین شهر استکهلم و در اسکاندیناوی جواد ظریف حضور داشت که خیابون درادنگاتان، خیابان اصلی که منجر در حقیقت منتهی میشد به پارلمان، بسته شد به خاطر حجم بالای معترضینی که در اون فضا حضور داشتن و نمونه های مشابه. این نمونه آخرش هست. خارج از کشور فضا جای امنی برای جانیان اسلامی نیست، زمین زیر پای این جانیان داغ هست و به نظرم با این حرکت اپوزیسیون یک بار دیگه ثابت کرد که تک تک این افراد رو تحت نظر ما داریم و به محضی که جمهوری اسلامی بیفته هر جای دنیا باشن باید بیان پای دادگاه، در دادگاه و نسبت به جنایتی که مرتکب شدن پاسخگو باشن. دقیقاً.
بریم سراغ خبر بعدی. یک حزبی در سوئد هستش، حزب دموکرات مسیحی، که اینها رفتن پای این تصویب این قطعنامه، یا به هر حال این مسئله در درون حزبشون مطرح شده که در واقع پوشیدن برقع رو بخوان ممنوع بکنن، و این یک جوری خیلی به این فعالیت‌های این نهاد برمیگرده و ربط داره که ما بارها راجع به در واقع پوشش برقع صحبت کردیم و حتی در مورد حجاب. حالا اگه تو اطلاعات بیشتری داری مفصل بله. توضیح بده. حزب دموکرات مسیحی کلده در سوئد معروف هست، در حقیقت حزبی بودش که، این توضیح رو من بدم، در سوئد اگر حزبی کمتر از 4% رأی داشته باشه نمیتونه در مجلس حضور داشته باشه. حزبی بود که در معرض سقوط بود تا چند وقت پیش، ولی خب با اینکه لیدر جدید آوردن و یه سری تغییراتی در سیاست دادن و چرخش‌هایی رو انجام دادن، به در حقیقت خواسته های توده مردم رو در نظر گرفتن، الان میبینیم که هر روز داره تعداد رأیشون میره بالاتر و از اون در حقیقت مرز خطر رد شده این حزب. در حقیقت جمله کارهایی رو که انجام داد و داره میده، در حقیقت در رابطه با اینکه به حسرت بتونه محبوب تر بشه در فضای سیاسی سوئد، مبارزه با اسلام سیاسی هست و این یکی از طرحهایی هست که این حزب قرار هست به مجلس ارائه بده، همونطور که خودت گفتی ممنوعیت برقه و حجاب کامل گفتن. این طرح قبلا در داخل حزب مطرح شد و شکست خورد، این بار مجدد مطرح شد و با یک رأی خیلی بالا قرار شد که بله قرار شد که این لایحه تسلیم مجلس بشه. ببینید، ما بارها گفتیم به هر صورت کسانی که توی 10-15 سال گذشته در سوئد، اسکاندیناوی و آلمان، شاید به نوعی بتونیم بگیم در فضای کلی در سیاست اروپا بوده باشند، میدونند که به هر صورت همیشه اسلام پناهی بخشی از سیاست اروپایی ها بوده، و به محض که شما وارد این گفتمان ها میشدید، از جمله ممنوعیت حجاب برای کودکان، ممنوعیت برقه و غیره و اینها، به شما بلافاصله برچسب راسیسم میزدن و اصلا حرف شما رو جدی نمی گرفتن. بلافاصله شما می رفتید تو کاتگوری نژاد پرستان و اصلا بایکوت می شدید و به هیچ وجه کسی صحبت شما رو گوش نمی داد. توی دهه اخیر ما می تونم بگم، و حالا شاید یه مقدار مؤخرتر بخوایم حرف بزنیم، 5-6 سال گذشته، بنا به تلاش هایی که سازمان های آتئیست، خردگرا، انسانگرا، مشخصا سازمان ما، که ما در حقیقت کسی نمیتونه ما بگه راسیست، بنگه بسات ما اکس مسلم هایی هستیم که از کشورهای اسلام زده میان، هممون پناهنده هستیم، کسی نمیتونه بگه ما پناهجو ستیز هستیم و از سر پناهجو ستیزی داریم با اسلام سیاسی مبارزه میکنیم. گفتمان هایی که ما جا انداختیم در فضای سیاسی این کشورها، مثلا شما نگاه بکنید به کارهایی که مینا احدی انجام داده، به فعالیت های مریم نمازی نگاه بکنید و حالا مثال های دیگه ای که میشه زد، این گفتمان الان دیگه به رسمیت شناخته میشه، بحث روز هست و رو میز تمامی احزاب وجود داره. هر حزبی که به نوعی خلأ رأی حس بکنه و به نوعی بخواد خودش رو محبوب بکنه در جامعه، امروز میره پای اینی که بخواد به نوعی با اسلام سیاسی مرزبندی بکنه و مبارزه بکنه. در همین برنامه ما داشتیم چند هفته گذشته که حزب مادرات، یا مدرات، گفته بودن بگید مدرات نگید مادرات، حزب مدرات تو کنگرهش در شهر وستروس قانون رو تصویب کرده بود که ختنه پسران رو ممنوع بکنه. امروز می‌بینیم که حزب دموکرات مسیحی رفته پایین که برقه رو ممنوع بکنه، و اینا خب خبرهای خیلی خوبی هست، اگرچه که حزب دموکرات مسیحی یک حزب راست هست، طرفدار کلیسا هست و یک حزب مذهبی هست. ای کاش این رو ونستر پارتیت و سوسیال دموکرات‌ها انجام می‌دادن، ولی تا همین جاش هم به نظر من خبر خوبی هست، نشون دهنده این هست که گفتمان ما در جامعه سوئد طرفدار داره، جامعه سوئد اشتهای بسیار زیادی برای شنیدن صحبت‌های ما داره، و احزابی که تا دیروز به دل اسلامی پال بالا می‌رفتن امروز دارن مرزبندی می‌کنن. این نشون دهنده این است که ما یک قدم به اهداف خودمون نزدیک‌تر شدیم. دقیقاً کاملا درست اشاره کردی، من نکته دیگه‌ای ندارم که اضافه بکنم. خبر آخر هم بگیم خیلی سریع، در مدیاهای عربستان سعودی اعلام شد که یه سری افکاری مثل فمینیسم، آتئیسم، هوموسکسوالیتی یا همجنسگرایی، اینا افکار اکستریم هست و باید با اینها مقابله کرد. خب خیلی آدم، ببینید، به نوعی اسلام سیاسی هر جا در قدرت هست، حالا میخواد نسخه شیعهش باشه، نسخه سنیش باشه، وهابی باشه، نسخه روشنفکر دینیش باشه، سازوکارشون به زندگی انسانها کار دارن، یعنی کار دارن و سازوکارشون چقدر شبیه به همه. دقیقا، یعنی از آتئیست گرفته که به حال یک
زیر تمام قوانین شریعت زدنه، تا هوموسکشوالیتی که من نمیدونم واقعا چرا اسلام و ادیان چه دشمنی با انسانها دارن که بخوان اینجوری به این ترتیب بیان کسی رو که یک گرایش جنسیتی دیگه ای داره رو تحت فشار و شکنجه و زندان و سرکوب قرار بدن. به هر حال این نمونه‌ای که ما شبیهش رو همونجوری که تو گفتی در تمام کشورهای اسلام زده دیدیم و می‌بینیم. فرقی نمی‌کنه عربستان سعودی باشه، ایران باشه، هر جای دیگه‌ای باشه، اینا همه قوانین شریعته و ما می‌دونیم که راه در واقع آزادی انسان‌ها مبارزه با اسلام سیاسی، فرق نمی‌کنه در چه کشوری. این لیبل زدن من می‌خوام روش انگشت بذارم. ببینید نهاد اکس مسلمو گفتن که نمی‌دونم با صهیونیست‌ها در تماس و نمی‌دونم اسرائیل پشتش هست. همجنسگرایی رو میگن که صهیونیسم جهانی رسانه ها یک دست های پشت پرده هست که همجنسگرایی رو میخوان بولد بکنن در دنیا و غیره. فمینیزم رو که الان شاید به نوعی مرتبط باشه با خبر اول ما، گفتمانی هست که غربی ها نشستن دارن پول خرج میکنن از طریق رسانه نفوذ بکنن در داخل کشور و اینکه بحثت زنانی که در کشورهای به اصطلاح فمینیستی دارن زندگی میکنن هر روز برن میگن ما غلط کردیم و تو رو خدا بیاین حجاب سر ما بکنین. این گفتمان جمهوری اسلامی است. عربستان سعودی هم نسخه وهابیشو داره ارائه میده که فمینیسم و آتئیسم و در حقیقت همجنسگرایی اینا همشون افکار بسیار اکستریم هستن. حالا اونا دستشون با غرب توی یک کاسه است، نمیتونن بچسبن به آمریکا و اسرائیل و اینا، میگن اکستریمه خیلی. من نمیدونم سر دست قطع کردن و سر بریدن و اینکه شما به یک بلاگر حکم دادید شلاق بهش میزنید به خاطر نظر اسلام، اینا اکستریم نیست. بعد همجنسگرایی و فمینیسم و آتئیسم، راه انسانی زندگی کردن. به اساس اسلام سیاسی یک سخت افزار داره که هر جا پیاده بشه با یه نسخی تغییراتی در خودش به وجود میاره، ولی سخت افزار و بیسش یکی هست. با تمامی این ارتجاع باید تمام قد مبارزه کرد. به نظرم وقت دیگه ای نمونده. بینندگان عزیز که این برنامه رو دنبال کردن حتما میتونن که از طریق راه‌های تماسی که در آخر برنامه اعلام میشه نظرات خودشون رو به دست ما برسونن. حتما در موضوعاتی که در این برنامه ها گفته میشه دخالتگری بکنید. اگر پیشنهاد موضوعی دارید به ما مسیج بدید، ما حتما موضوعات رو بررسی میکنیم و در برنامه های پیش رو به اونها خواهیم پرداخت. اینجا تشکر ویژه دارم از آرش یزدان که مسئولیت فنی این برنامه رو بر عهده داشتند.